برای بررسی بیشتر همین خبر، شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون به ما پیوستند. خانم نوروزی، ابتدا در مورد جزئیات این خبر بیشتر با ما بگید. بله، متاسفانه این فشار تحمیل شده به یکتا ناصر و خواهر عزیزشون. در واقع یکتا ناصر بعد از اینکه مسئله هزانت رو و این واقعا قانون وحشیانه که میتونه این میزان از تبعات داشته باشه رو عمومی کرد، روایت‌های زیادی از زمان منتشر شد در رابطه با آثاری که در واقع این فاجعه قانونی به زندگیشون تحمیل کرده و یه زنجیره از روایت‌ها شکل گرفت. در تمام طول این مسیر نیکتا هم همراهی کرد این عمومی شدن مسئله رو. ما می‌دیدیم پست‌هاشون رو، اینکه این دوتا زن ساکت نمی‌شن، صداشون رو بلند می‌کنن و در تمام طول این مدت هم از سمت منوچهر هادی اینجا به عنوان یک مرد حکومتی، یک تهیه کننده حکومتی، این دو زن تهدید شدن. اما وقتی که این خبر اومد من دقت کردم، دیدم این تهدیدها از ابتدا تهدیدهای امنیتی بود، تهدیدهای برای پرونده‌سازی در پستی که منوچهر هادی منتشر می‌کنه علیه یکتا و خواهرش نیکتا. واضحاً داره نهادهای امنیتی رو بهشون گرام میده که برای اینا باید پرونده‌سازی امنیتی بکنید. اینا راجع به حقوق زنان دارن صحبت می‌کنن. امروز خود نیکتا یک استوری منتشر کرد از پیامی که در واقع منوچهر هادی به عنوان تهدید فرستاده بوده و گفته بوده به زودی در واقع نیکتا رو می‌خوان برای پاره‌ای از توضیحات. و همین اتفاق هم افتاده ظاهراً در 9 فروردین، اونطور که به نظر میرسه نیروهای امنیتی نیکتا رو وادار کردن که یک در واقع اعتراف بکنه، یک اعتراف اجباری انجام بده، ضبط بشه، این ویدیو بشه در رابطه با پستی که ماها پیش اصلا گذاشته شده و برداشته شده و این زن اعتراض کرده علیه پلیس امنیت اخلاقی و بلافاصله بعد رکنان منتشر میکنه این اعتراف اجباری رو و کمی بعدتر هم باز مثل که دست از سر این زن بر نمی‌داره و وادارش میکنن یک پست عذرخواهی بنویسه. در تمام طول این پروسه نگاه به این که یک مرد حکومتی اینجا در قامت یک تهیه کننده سینما چطور میتونه این میزان از نفوذ رو داشته باشه و اون پشت چه میزان از فساد وجود داره که این نهادهای امنیتی برای سرکوب این دو زن در واقع به این میزان رفتار غیرقانونی دست میزنن؟ چون اصلا مشخص است حکمی آیا داده شده، آیا تفهیم اتهامی شده، اصلا بر اساس چه در واقع حکمی و چه تفهیم مسئله ای از این زن همچین ویدئویی گرفته شده و بلافاصله هم منتشر شده. اما این برخوردهای حکومت با مخالفان حجاب اجباری آیا تاکنون تأثیری هم بر رفتار مردم داشته؟ ببینید، به نظرم این موضوع خاص خیلی نکته مهمی که توش هست میشه درش دید چقدر پیوند داره تمام سرکوب‌هایی که علیه زنان این حکومت اعمال میکنه با هم دیگه. برای مسئله هزانت زنان صداشون بلند میشه، با حجاب اجباری در واقع چماق رو میگیره دستش و میخواد سرکوبشون بکنه. باز چقدر پیوند داره در واقع فسادهای سیستماتیکی که اینها دارن، مثل مسئله دوباره برگردی منوچهر هادی به عنوان تهیه کننده، میزان دسترسی که این میتونه داشته باشه برای اینکه همچین فشاری یه دفعه بیاد به فقط این دوتا زن، نه به یک جریانی از اعتراضات زنان به مسئله قانون هزانت بیاد و در واقع اعمال بکنه. و اون ور قضیه هم ما البته زنانی رو میبینیم که صداشون ساکت نمیشه. همین امروز دوباره نیکتا رو میبینیم که صداش بلند میشه، صدای این زنان بلند میشه، چه در قامت نیکتا و یکتا ناصر به عنوان زنانی که این امتیاز رو دارن و چه در قامت اون زنی که در بیمارستانی در قم اونطور تحت سرکوب قرار میگیره. بسیار متشکرم از توضیحاتتون. شقایق نوروزی، بازیگر و فعال حقوق زنان از بارسلون.